با درود به بینندگان برنامه مانگا و اهورا. در بخش پیش گفتیم که واژه بکرامانچ چه معنی می دهد. گفتیم که واژه بکرامانچ یعنی گزینش نو یا انتخاب جدید. این یکی از واژه های بسیار قدیمی است و حالا ببینیم به کجا می گفتن. واژه بکرامانچ نشان می دهد که یک تغییر و تحولی، یک دگرگونی در زندگی بخشی از مردم به وجود آمده و این دگرگونی چه بوده است؟ واژه بکرامانچ نشان می دهد که این دگرگونی این بوده است که این مردم از یک جای به جای دیگر رفتند و در آنجا به زندگی نشستن و نام اینجا و یا این مکان را که در آن به زندگی نشستند بکرامانج گذاشتن که یعنی گزینش نو یا انتخاب جدید. به اون مکانی گفتن که تازه رفتن اونجا و همینطور هم به زبانی که خودشون صحبت میکردن گفتن بکرامانج یا بکرامانجی. همچنان که مثلا یکی اهل اصفهانه، وقتی که صحبت میکنه میگیم اصفهانی صحبت میکنه و اصفهان هم نام یک مکان است، نام یک سرزمین است. واژه بکرامانج هم همینطور، هم به سرزمین گفتن هم به زبان مردمی که در اون سرزمین یا اون مکان زندگی میکردن میگفتن. و همینطور هم گفتیم که هزاران سال میگذرد. حالا معلوم نیست چند سال، 100 سال، 1000 سال، 10000 سال، 5000 سال، هیچ کس اینا رو نمیدونه چون این واژه ها تاریخ رو برای ما بیان نمی کنند. واژه بکرامانج هم کوتاه شده هم با گویش های گوناگونی بیان می شده است. در گذار زمان گروهی از این بکرامانچ ها یا کرمانچ ها به جای می روند که نام آن را کرمان می گذارند. ولی پیش از این که به این مطلب من بپردازم، اینو بایستی بگم که چرا امروزه به کردها می گویند کرمانچ و چرا در زبان کردی این همه گویش است. نزدیک به 30 گویش در زبان کردی هستش. این واژه و این که به کردها میگویند کرمانج یا کرمانجی نشان میدهد که گروه اصلی رو اینا تشکیل دادن، این کردها تشکیل دادن. هرچند که زبان بکرامانجی یا زبان کرمانج مختص یا ویژه کردها نبوده، در زبان کرمانج یا بکرامانجی گویش های گوناگونی بوده است ولی بخشی اصلی رو کردها تشکیل دادن. همچنان که در زبان کردی واژه های زبان کردی ده ها صد ها واژه زبان کردی رو در فارسی، گیلانی، مازندرانی، لوری، بلوچی، اصفهانی، خراسانی، کرمانی می توان دید و حتی در هندی، همچنان که تا حالا چند نمونه ما نشان دادیم، در انگلیسی، در آلمانی و در آینده هم بیشتر نشان خواهیم داد که چگونه واژه‌های کردی در این زبان‌ها وجود دارد، به ویژه زبان عربی. بنابراین گروهی از مردم پس از مدتی که ما این مدت را نمی‌دانیم به جای می‌روند و در آنجا به زندگی می‌نشینند و نام اون جا رو یا اون مکان را کرمان می گذارند. در فرهنگ فارسی کرمان را به معنی قلعه و حصار معنی کردن، در حالی که کرمان کوتاه شده بکرامانج، بکرامانج کوتاه شده شده کرمانج، کرمانج هم کوتاه شده شده کرمان و کرمان هم با گویش‌های گوناگون بیان می شده است، همچون جرمان یا جرمان. و همچنان که می بینید در انگلیسی به آلمان می گویند جرمنی
و به مردم آلمان میگویند جرمن. در انگلیسی معنی فرق کرده است. ما در فارسی به سرزمین کرمان میگوییم کرمان، یعنی به اونجا، به اون محل میگوییم کرمان، و به مردمی که در آن سرزمین زندگی میکنن میگوییم کرمانی. ولی در انگلیسی معنی عوض شده، به سرزمینی که مردم در آن زندگی میکنن میگن کرمانی، و به زبان انگلیسی میگن جرمنی یا جرمنی، و به مردم میگن کرمان یا جرمن یا جرمن. معنی ها عوض شده، و این هم بیانگر این است که این واژه بکرامانچ خیلی کهنه، واژه جدیدی نیست. همچنان هم پس از مدت ها، پس از گذار زمان، گروهی از این مردم کوچ میکنن و به جای دیگر میروند و نام اونجا را کرمانشاه میگذارن. کرمانشاه در واقع در فارسی شاه مینویسن، ولی هیچ ربطی به شاه نداره. کرمانشاه یک واژه کردی است و کوتاه شده کرمانشانه است. همچنان که پیشتر گفتم، شانا در واقع معنی اصلیش یعنی خود، خیش، ولی در کردی اینو به عنوان یک پسوند به کار میبرند و معنی متعلق رو میده. کرمانج شانا یعنی متعلق به کرمانج. به کجا میگفتن؟ به اون سرزمینی که مردمی در آنجا زندگی میکردن. کرمانج شانا کوتاه شده شده کرمانشان. در کردی به کرمانشاه میگویم کرمانشان، این درسته. حالا در فارسی چرا اینو چیز کردن؟ فکر کردن این شاه، چون برخی از شاهه، چون برخی از گویش های کردی به کرمانشاه، به کرمانشان میگویم کرمانشاه، دیگه این چیزشو نمیگن. ولی در فارسی اینو بهش اضافه کردن، فکر کردن کرمانشاه در واقع شاهه، ولی هیچ ربطی به شاه نداره. در فرهنگ های فارسی گفتن که کرمانشاه نام یکی از شاهان بوده و شهر کرمانشاه رو درست کرده، در حالی که شهر کرمانشاه یکی از شهرهای بسیار بسیار قدیمی است و اصلا زمانی بوده که اصلا چیزی به نام شاه وجود نداشته. که البته من بعدا معنی شاه را هم توضیح خواهم داد که اصلا شاه یعنی چی. این واژه شانا که یعنی متعلق در ارتش هم میبینی. در فرهنگ فارسی نوشته که ارتش یک واژه جدیده و در زمان رضا شاه به وجود آمده، در حالی که ارتش واژه است که در زمان مادها به وجود اومده. تا پیش از زمان مادها واژه‌ای به نام ارتش نبوده، این واژه در زمان مادها درست شده، و مادها هم نخستین کسانی بودند که یک سازماندهی جنگی وجود آوردند. همچنان که من تا اندازه در کلیپ 4 شرح دادم که چگونه مادها ارتش رو تشکیل دادن. ارتش کوتاه شده ارتا شانا. ارتا یعنی زمین، شانا یعنی متعلق به زمین، و اینو به کیا میگفتن؟ به سربازان و یا جنگجویان پیاده، یعنی پیاده نظام. به پیاده نظام میگفتن ارتاشانا، که سپس کوتاه شده شده ارتش. پس اگه ما ارتش رو به زبان امروزی فارسی و ساده بخوایم معنی کنیم، یعنی نیروی پیاده. همچنین سپاهان. سپاهان هم در همان زمان مادها تشکیل شده به خاطر اون سازماندهی نوینی که برای جنگ وجود آوردن. سپاهان کوتاه شده اسپاهانات، هاواناست. ولی پیش از اینکه به ریشه این بپردازم، من واژه لشکر را هم معنی کنم. در زمان مادها به ارتش و سپاهان می گفتن لشکر. این هم در زمان مادها وجود اومده. تا پیش از زمان مادها واژه‌ای به نام لشکر نبوده است.
لشکر هم کوتاه شده لاشا کارا. لاشا همون لاشه است، یعنی جسد، جسد مرده. کارا هم یعنی کاراییدن یا کاریدن یا کاشتن. و این سربازان سپاهان و ارتش یعنی سواره، سپاهان یعنی سواره، سواره و پیاده رو هر دوتاش رو هم لشکر گفتن. و اینو بهشون گفتن لاشاکار، یعنی تشبیه کردن به لاشاکار، یعنی کسی که از زنده ها مرده میسازن و اونو خاک میکنن، مثل این که مثلا مرده رو خاک کرده باشن، لاشه رو کاشته باشن. از این روی بهش بینا گفتن، به نیروی جنگی گفتن لشکر، به همه، به کل نیروی جنگی گفتن لاشاکارا، که کوتاه شده شده لشکر. در اینجا هم لازم میدانم که این واژه کشور را هم معنی کنم. کشور کوتاه شده کاشتوار است. همچنان که در کلیپ های پیشین گفتم، باستانیان از شاخه درختان خانه می ساختن، شاخه درختان رو در زمین فرو می کردن. و چون چند خانه یا یک ایل که با هم بودن و چند خانه درست می کردن و خانه های خودشون رو از دار یا از درخت یا از شاخه درختان اینو درست می کردن و اینا رو در زمین می کوبیدن، در نتیجه نام این مجموعه رو کاشتوارا گذاشتن، که یعنی همانند کاشتن، کاشتن هر چیزی، حالا درخت هر چه، چون چوبها رو تو زمین فرو میکردن که بتونن خانه بسازن، در نتیجه اسمش رو گذاشتن کاشتوارا. کاشتوارا هم کوتاه شده شده کشور، که اکنون، نه اکنون، خیلی وقتا پیش از این، به معنی یک سرزمین، هنگامی که دیگه مرز پیش اومده. چون تا پیش، خیلی وقت تا پیش دیگه مرزی نبوده، ولی هنگامی که دیگه مرز پیش اومده، نام کشور روی یک مجموعه از مردم که در آن زندگی میکنن بهش گفتن کشور. و اما واژه سپاهان، واژه سپاهان که کوتاه شده شده سپاه، و سپاه در واقع اسپاهاوان است. اسپاهاوان، اسپای اسپ، هاوانم همون هاوانه که امروز خودمون میگیم هاوان. حالا شاید برخی ها هاوانو ندیده باشن. هاوان یه همچین چیزیه که برای کوبیدن دانه ها و بعضی چیزا به کار میبرن، که البته این فلزیشه. سالهای پیش، هزاران سال پیش، از چوب درست میکردن، مثل همین، که البته این نوع به اصطلاح تازه شه، که پیشتر هزار سال پیش که نمیتونستن اینطوری درست کرد، اینطوری درست کنن، ولی خب همچین چیزی رو درست میکردن. به این میگفتن هاوانا، که الان شده هاون. هاونم با گویش های گوناگونی بیان میشده است. واژه اسپاهاوانا، این هاوانا هم در واقع همونه، ولی در آغاز هاوانا را به چی میگفتن؟ در آغاز وقتی که خانه درست میکردن، دور خانه خودشونو با یک پرچین چوبی، همچنان که اینجا من در شکل نشان دادم، درست میکردن گرد دور خانه. به این میگفتن هاوانا. و چون در اینجا زندگی میکردن، به همینم خانه میذاشتن، میگفتن مینا هاوانا. همچنان که پیشتر گفتم، مینا یعنی انسان. البته این مینا با یک مینای دیگه که تصادفاً هم شکل در اومدن فرق میکنه، که من بعداً اونم توضیح خواهم داد. ولی در اینجا من این برنامه رو به پایان میرسانم. تا
تا برنامه آینده شاد زی، شادکام باشی.